در طول قرنهای زیاد شرق میانه جای زدوبندهای سیاسی و مذهبی بوده. 2000 سال پیش یکی از این مشکلات جدایی بین قوم یهود و سامری بود. ای داستان زن سامری است که مشنوین. یکی از روزها طرفای چاشت وقتی که مردم معمولا استراحت میکردن، یک زن سامری از خانه خود بیرون آمد و رفت که از چا او بکشه. او ای وقت به خاطر انتخاب کرد که نمیخواست مردم زیاد را در آ ببینه، مگم یک شخص نزدیک چاششت بود و او یهودی بود. نفرت باعث جدایی ای دو قوم شده بود. شاید عیسی تشنه بود، مگر مطابق به تعالیم یهود اگر یهودی که از گیلاس سامریا که دو او خورده بودن استفاده میکد ناپاک محسوب میشدن. او زن میفهمید که مرد نمیخواه کمرایش گب بزنه و دو زمان اگر مرد حشاوندی نزدیک امرای یک زن نمی داشت، نه امرایش گب می زد و نه اتا امرایش چشم به چشم می شد. مگر این شخص یهودی یعنی عیسی از زن او خواست. زن سامری تعجب کرد و برش گفت تو که یک یهودی هستی، چطور از ما که یک سامری هستم او می خواهی؟ عیسی در جوابش گفت اگر بخشش خدا را می فهمیدی و می فهمیدی که کی است که از تو او می خواهی، اتمن خودت از او خواهش می کردی که به تو آب حیات بده. زن به او گفت محترم، هیچ چیز بر او کشیدن نداری و ای چام عمیق است، چطور بر ما آب حیات می تونی بدی؟ هر کسی که از او بنوشه باز تشنه می شه، اما هر کسی که از آبی که ما به او می بخشم بنوشه هرگز تشنه نمی شه، به خاطر که آب را که ما به او میتم در داخل او به چشمه تبدیل میشه که تا زندگی ابدی خواهد جوشید. زن گفت محترم، او آب به ما بده که دیگر تشنه نشم و بر کشیدن آب به اینجا نبیایم. عیسی برش گفت برو شوهرت صدا کو که اینجا بیایه. زن جواب داد گفت من شوهر ندارم. عیسی گفت تو درست گفتی، شوهر نداری، به خاطر که تو 5 بار شوهر کردی و آل مرد که امرای زندگی میکنی شوهرت نیست، ایرا درست گفتی. زن گفت محترم، من میبینم که تو پیامبر هستی، پدرای ما در روی ایکو عبادت میکردن، مگر شما یهودیا میگین اورشلیم جاییست که باید خدا را در اونجا عبادت کنیم. عیسی برش گفت ای زن، با ما باور کو، ساعت می آید که شما پدر را نه در روی کو و نه در اورشلیم پرستش خواهد کردین. شما سامریا چیزی را که می پرستین نمشناسین، اما ما چیزی را که مشناسیم پرستش می کنیم، به خاطر که نجات به وسیله قوم یهود می آید. مگم وقت می رسه و او زمان امی وقت است که عبادت کننده های حقیقی پدر با روح و راستی عبادت خواهد کردن. زن گفت من می فهمم که مسیح یک روز می آید و هر وقتی که بیاید تمام چیز به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو گپ می زنم امو هستم. مسیح که از قوم یهود بود امرای زن سامری هم صحبت شد و زن سامری تمام مردم قریه را از این گپ خبر داد. مسیح به عیس یک رهبر نظامی که مردم توقع داشتند که بیاید زور نکرد، بلکه به عنوان یک نبی، معلم و نجات دهنده در دنیا آمد. زندگی او زن سامری تغییر کرد و به خاطر او زن مردم از عیسی مسیح خواستند که در قریهشان باشه. او زن یک قربانی تاریخ نفرت قبیلوی شده بود، تاریخی که اجدادش به او رب داشتن و تاریخ شخص خودش شده بود. با یک تقاضا برای یک گلاس او، عیسی او دیوال جدایی قبیلوی را از بین برد و عیسی تانست که زندگی او زنه مثل زندگی دیگه مردم دگرگون بسازه. اگر حاسه باشین که داستان مفصل زن سامری را بخونین، میتونین به انجیل یوحنا فصل 4 مراجعه کنین.